ثم لم تلبثوا إلى ريث أن تسكن نفرتها ويسل سقيادها ثم أخذتم تورون وغدتها وتهيجون جمرتها وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي وإطفاء أنوار الدين الجلي وإهمال سنن النبي الصفي تسرون حسوا في ارتغاء وتمشون لأهله وولده في الخمر والضراء ونصبر منكم على مثل حز الماد ووخز السنان في الحشا. سلام بر شما خانواده های حسینی و بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. با برنامه خطبه آسمانی با ما همراه بشید. فاطمه زهرا علیها السلام خبر قصد فدک را شنیدند. به مسجد آمده و به حمد الهی و معرفی صفات پروردگار و علل بعثت و ارزش ها و شهادت دردناک پیامبر اشاره نموده و به اهمیت و جایگاه امام علی علیه السلام و ارزش های قرآن و آثار عبادات مهم و ارزش‌های اجتماعی و رسالت و عملکرد پیامبر با مشرکین و رسیدن دوران پیروزی و فرار دشمن از میدان و زندگی قبل از اسلام و معرفی شخصیت حضرت علی علیه السلام پرداخت و شرایط ارزشمند زندگی در مهد اسلام را مطرح کرد و به دنبال آن از نفاق منافقی و رفتار زشت مردم در هنگام تصمیم گیری و برخورد با قرآن و اهل بیت علیهم السلام به شدت انتقاد نمودند. آنگاه آنقدر درنگ نکردید که این دل رمیده آرام گیرد و کشیدن آن سهل گردد. پس آتشگیرها را افروخته تر کردید و به آتش دامن زدید تا آن را شعله ورتر سازد و برای اجابت ندای شیطان و برای خاموش کردن انوار دین روشن خدا و از بین بردن سنن پیامبر برگزیده آماده بود. به بهانه خوردن کف شیر را زیر لب پنهان خوردید و برای خانواده و فرزندان او در پشت تپه‌ها و درختان کمین گرفته و راه می‌رفتید و ما باید بر این امر که همچون خنجر بران و فرو رفتن نیزه در میان شکمه هست صبر کنید. متن فرازی رو که براتون گفتیم نکته بسیار داشت. به این نکته ها دقت کنید. عجله در تصمیم گیری همیشه انسان را به خطا می اندازد. مردم با شتاب گیری خود را در آتش می سوزانند. اکثر مردم در پیش آمدها صبر نمی کنند تا آرامش لازم به دست بیاید و بعد تصمیم بگیرند. صبر در امور باعث می شود تا تحمل آنها آسان‌تر گردد. شتابگیری باعث روشن شدن آتش فتنه و دامن زدن به آن آتش می شود. گویی مردم آماده پیروی از شیطان و خاموش کردن درخشش دین خدا و از بین بردن سنت‌های پیامبر صلوات الله علیه و آله بودند. مردم با وجود ارزش‌های خاندان پیامبر صلوات الله علیه و آله گویی در پشت درختان و تپه ها به کمین نشسته بودند و راه می رفتند. اهل بیت پیامبر علیهم السلام باید در چنین اوضاعی مثل کسی که خنجر برنده و نیزه در شکمش فرو رفته بسیار صبورانه برخورد کنند. ممنونم از اینکه ما رو تحمل کردید. خدا یار و نگهدارتون.